سلام و عرض تبریک به مناسبت نوروز فرخنده و سال نو خورشیدی به شما بینندگان گرامی برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی در این برنامه با شما هستم با نگاهی بر افت و خیزهای نرخ ارز در بازار ایران در روزهای پایانی سال و گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه. در ادامه نیز نگاهی گذرا داریم به مهمترین تحولات هفته گذشته. با ما همراه باشید. ارز در بازار ایران در روزهای پایانی سال نوسان زیادی را تجربه کرد. نرخ دلار که اوایل هفته گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشت، اواسط هفته بار دیگر افزایش یافت. کارشناسان افت و خیز قیمت ارز را ناشی از خوشبینی و همزمان ناامیدی برای دستیابی به توافق هسته‌ای در بازار سکه و ارز ارزیابی می‌کنند. اوایل هفته گذشته اظهارات خوشبینانه دیپلمات‌ها به امیدواری فعالان بازار ارز و کاهش نرخ آن دامن زد، اما روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه ریال در مقابل دلار دچار سقوط ناگهانی شد. چرا؟ دلایل نوسانات قیمت ارز در روزهای پایانی سال چه بود و امیدها به توافق هسته‌ای تا چه حد بر بازار ارز ایران مؤثر است؟ این سوالات را با مهمانم آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم دلایل افت و خیز قیمت ارز در روزهای پایانی سال چیست؟ بازار ایران در انتظار تبالود نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. این مذاکرات هسته‌ای چرا باید در بازار اینقدر مؤثر باشه؟ دلیل روشنه. اگر این مذاکرات به نتیجه برسه و قرار بر این باشد که تحریم‌ها به تدریج کم بشه و طبعاً پول‌های بلوکه ایران نیز به تدریج آزاد بشه، درآمدهای ارزی دولت بیشتر خواهد شد، در نتیجه دولت در مدیریت بازار ارز دست بازتری خواهد داشت و خواهد توانست نرخ ارز رو در حدی که با سیاست صادرات و وارداتی خودشون ارتباط داره و مساعد هست تنظیم بکنه. به این ترتیب بازار نگران اینه، وقتی خبر مثبت میاد که بله به مذاکره به نتیجه نزدیک شدیم، در این صورت ارز در ایران ارزونتر میشه، و وقتی خبر منفی میاد که نه در این یکی دو روز جو به مذاکرات برگشته، دوباره قیمت بالا میره. ولی پشت این قضیه یه مسئله اساسی وجود داره و اون این که واقعا قدرت خرید ریال در برابر مثلا دلار چیست. این رو بنده عرض کردم دو سال و اندی پیش برای اون روز محاسبه کردم، در حدود 2000 و 2200 تومان، ولی بعد از اون یک سیل تورمی بسیار نیرومند داشتیم که در واقع بالای 4000 تومان رو رقم میزنه برای یک دلار. به این ترتیب دولت میتواند در این حدود قدرت خرید پول با توجه به اینکه میخواد صادرات ایران چقدر باشه این رو اداره بکنه. اداره کردن به این معناست که اگر از اون قدرت خرید پول ریال رو ارزونتر یا گرونتر حساب بکنه، ناگزیر درآمدهای ارزی و هزینه‌های ارزی ایران اضافه خواهد شد. یعنی دولت ناگزیر است که روی ریال ایران سوبسید بپردازه. به این ترتیب این بستگی به سیاست ایران داره و به نظر میاد که امروز در حدود همون 3300 3400 تومان نوسان میکنه و در آینده عرض کنم میان مدت من انتظار دارم که در همین حدود 3000 تا 4000 تومان نوسان بکنه و در واقع قدرت خرید پول ایران در برابر دلار به محاسبه ارز کنم سرانگشتی من امروز بالای 4000 تومان برای دلار. آیا موضوع توافق هسته‌ای تنها دلیل آشفتگی بازار ارز است یا دلایل دیگری هم وجود دارد؟
ببینید، دولت یک برنامه اقتصادی رو اعلام کرده. اخیرا کنفرانس اقتصادی برای ایران تشکیل داد. در اونجا عرض کنم پلتفرم‌های مختلفی با حضور متخصصان اقتصادی عرض کنم، ولی بر دولت ناگزیر است که به کوتاه مدت و به میان مدت یکی دو سال نگاه بکنه، مسائل بنیادی و ساختاری رو فعلا ندیده بگیره. در واقع دولت تمام امکانات و تمام امیدهای خود رو روی این مذاکرات متمرکز کرده. به این ترتیب می شود نتیجه گرفت که اگر این مذاکرات به هر دلیلی نتیجه نرسه، اوضاع اقتصادی ایران در یک بنبست قرار داره و این بودجه‌ای که امسال در دست دولته، دولت رو با وضعیت بسیار دشواری روبرو خواهد کرد. تأثیر این نوسانات قیمت ارز بر اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاد ایران ببینید صادراتی داره و وارداتی داره. امسال واردات در حدود 48 تا 50 میلیارد دلار عرض کنم اعلام شده و صادرات ایران هم عبارت هست از صادرات غیر نفتی که خوشبختانه حجمش گزارش می شود که بالاتر رفته و دیگر وصولی های دولت از رهگذر نفت، ولو که عرض کنم از رهگذر نفت فعلا ماهانه 700 میلیون دلار وصول می کنند و بعد به صورت غیر دلاری و غیر یورویی در حدود 20 میلیارد دلار هم از این رهگذر میتونن وصول بکنن که در واقع به پول 9 کشور وارد کننده از ایران نظیر هند و عرض کنم ژاپن و چین و از این حرفا، اینا رو میتونن خرج واردات بکنن. طبیعی است که برای اداره این صادرات و واردات نیازمند ارز هستن و اینکه بازارهای جهان برای کالاهای ایران امروز بسته است. در نتیجه اگر مذاکرات بر نتیجه برسه، طبیعی است که ایران میتواند با یک سیاست درست صادرات خودش رو خیز بده، در نتیجه درآمدهای ارزی و اشتغال کشور رو افزایش بده. در کوتاه مدت دولت حسن روحانی در برابر نوسانات قیمت ارز چه میتواند انجام دهد و سیاست‌های اقتصادی ایران برای مقابله با این موزل در بلند مدت باید چه باشد؟ اداره بازار ارز به باز بودن دست دولت از نظر درآمدهای ارزی بستگی داره. یعنی دولت اگر ارز داشته باشه میتونه اون رو به قیمت معینی به بازار بفروشه، در این صورت قیمت رو تثبیت کنه. ولی وقتی بازار از دست خالی دولت و در واقع موجودی منفی صندوق‌های دولت خبر داره، با صرف گفتن یا احیانا بلوف زدن به بازار قضیه جای خودش نمیشینه. در کوتاه مدت دولت چشمش به این است که درآمدهای ارز کنم نفتیش رو اضافه کنه، بتونه ارز کنم پولهای بلوکه را آزاد کنه. در دراز مدت برنامه های بسیار جدیتری رو دولت باید ایفا بکنه تا این مسائل اقتصادی ایران نظیر رکود و تورم رو به لحاظ بنیادی حل کنه. برای اون هنوز دولت نرسیده، یعنی توان این رو نداره امروز که در اون زمینه ها برنامه بریزه. دردش امیدوار است که اول به این نتیجه برسه که تنفسگاهی برای خود و برای اقتصاد ایران باز بکنیم. بعد از اون خواهیم دید که واقعا دولت توانه برخورد به مسائل ساختاری ایران رو داره یا نداره. اینا مسائل کاملا مشخصی هستن، نظیر خصوصی سازی واقعی، نظیر کوتاه کردن دست مافیاهای از اقتصاد ایران، نظیر از کلم راه انداختن تولید، جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای تولید. اینها مسائل بسیار دراز مدتری هستند و نیازمند سیاست های گونگون از جهت های مختلف. اینه که اولین نگاه که اتفاقا در همین یکی دو ماه آینده باید نتیجهش معلوم بشه، مسئله مذاکرات. اگر از اونجا نتیجه مثبت بگیرن، راه برای قدم های بعدی باز میشه و الا دولت این ادعایی رو میکنه که حتی اگر مذاکرات شکست بخورد برنامه هایی داره. واقعیت این است که این برای امیدوار کردن دست دولت چندان باز نیست در این زمینه. یکی از محورهای مهم گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی مسئله تحریم هاست. گفته می شود حتی اگر توافق هم به دست بیاید، تحریم ها به سرعت لغو نمی شوند. لغو تدریجی تحریم ها چقدر می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشد؟
قطعا بستگی داره که کدوم اقدامات در رأس توجه این مذاکره کنندگان غربی قرار داره، یعنی تا کجا موافقت میکنند. ایران در حدود متجاوز از 100 میلیارد دلار پول بلوکه داره. اگر تصمیم بگیرن که این رو آزاد کنن ولو به تدریج، طبیعی است که دولت دستش از درآمدهای ارزی باز میشه. منتها اینکه ایران اصرار داره که این تحریم ها به یک باره برداشته بشه با مراجعه کردن به سازمان، به شورای امنیت سازمان ملل، که البته بحث های فنی زیادی رو برانگیخته، این غیر ممکن خواهد بود با توجه به اینکه کشورهای غربی هنوز اون اعتماد لازم رو به اینکه طرف ایرانی به وعده خود وفا خواهد کرد نداره. در نتیجه اینا پیشنهاد میکنن، طی این دو سه روز گذشته تاکیدشون بیشتر رو این بوده که بعد از این موافقتنامه ایران باید مدتی رو بگذرونه و نشون بده که به وعده هایی کرده عمل میکنه. از ایران میخواهند که اولا پروتکل الحاقی رو امضا بکنه، یعنی دستگاه های اتمی خودش رو در اختیار بازرسان قرار بده که ببینن ایران چیکار میکنه و از این رهگذر اعتمادشون جلب بشه. بعد از اون که جلب شد، تحریم ها رو به تدریج حل کنند، به تدریج رفع کنند. و اصرار ایران در این زمینه که نه به یک بار انجام بگیره، عملا با مانع مخالفت غرب، بعضی کشورهای غرب بیشتر از دیگران نظیر فرانسه روبرو شده و باید ببینیم که در کجا به توافق رسید. سال 93 را در حال پشت سر می‌گذاریم که اقتصاد ایران که 2 سال پیاپی را در رشد زیر صفر به سر برده و همچنان از معضلاتی مانند تحریم‌های بین‌المللی و پایین بودن درآمدهای ناشی از کاهش قیمت نفت دست و پنجه نرم می‌کند، توانسته به گفته مقامات دولتی از رکود خارج شود. آیا شاخص‌های اقتصادی نشان از خروج اقتصاد ایران از رکود دارد؟ ملاحظه بفرمایید، دولت در زمینه کنترل تورم همانگونه که پیشبینی میشد موفقیت قابل عرض کنم قابل تقدیری داشته. در این زمینه اقداماتی که دولت انجام داده در واقع نشان دادن انضباط مالی است، ولی انضباط مالی به این معنی که پول چاپ نکنه، از بانک مرکزی استقراض نکنه، ولی این شرایط تا زمانی دوام میاره که دولت در به درآمدهای ارزی دسترس داشته باشه. در همین شرایط کنونی که صحبت میکنیم، دولت ناگزیر است که درآمدهای ارزی وصول نشده رو به حساب بانک مرکزی یا صندوق توسعه بستانکار بکنه و در مقابلش ریال بگیره. معنیش در واقع چاپ پوله. دولت به صورت غیر مستقیم ناگزیر است برای تامین هزینه های خودش به این شیوه های مخرب رو بیاره که نتیجهش تورمه و احیانا از میان بردن دستاوردهایی که در کنترل تورم داشته. در زمینه رکود دولت هنوز اقدام جدی نتونسته انجام بده در حدی که به خود دولت مربوطه. مثلا تلاش هایی که در زمینه ساختمان های دولتی اینا انجام گرفته، اندکی عرض کنم اشتغال در اون زمینه، سرمایه گذاری در اون زمینه عرض کنم مساعدتر بوده، در نتیجه سبب رشد، در واقع موتور رشدی که گزارش میکنن بین 2 تا خودشون 4% اعلام میکنن، بین 2 تا 4% رشد، این قابل توجهه. ولی در واقع رشدی که از ساختارهای اقتصادی ایران برخواسته باشه نیست، بلکه به تلاشهای خود دولت بستگی داره، چون هنوز در بخشهای غیر دولتی اشتغال رو به افزایش نیست، سرمایه گذاری رو به افزایش نیست. سرمایه گذاری عرض کنم هم سرمایه های داخلی هم سرمایه های خارجی که با منع تحریم هم روبرو هستن، با مسائل عدیده اقتصاد ایران، با فضای بسیار گرفته کسب و کار در ایران روبرو هستن، اینا انجام نمیگیرن. در نتیجه موفقیت های دولت در این زمینه ها بسیار بسیار کم و یا حتی فاقده، یعنی وجود ندارن. در نتیجه باید ببینیم که دولتی که تمام امیدهای خودش رو به این مذاکرات هسته‌ای بسته، در این چند ماه چگونه مذاکرات بیرون میاد؟ یک چالش عمده در اقتصاد ایران مسئله فساد اقتصادی و تخلفات مالی گسترده بجامانده از دولت قبل است. کارنامه دولت آقای روحانی در زمینه سامان دادن به نابسامانی مالی را چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید،
فساد با آقای احمدی نژاد شروع نشد. فساد در ساختارهای انحصاری انحصار قدرت و غیر دموکراتیک ایران نهادینه شده است. در نتیجه دولت آقای احمدی نژاد به صورت بازتر و بی انضباطتر در آن زمینه جلو رفت، به ویژه که نیازمند بود به عرض کنم خرید قدرت سپاه و بسیج برای اینکه در قدرت حفظش کنند، که این کار رو با حمایت رهبری انجام داد. در نتیجه ناگزیر شدند که بخشای بزرگی از اقتصاد ایران رو در اختیار سپاهیان و سازمانهای انتظامی نظامی و سرکوب قرار بدن. این اون بخش فساده. ولی فساد در این جامعه، در این نظام اقتصادی که به حالت عرض کنم دولتی، عمدتاً دولتی، حدود 70-80% اقتصاد ایران دولتی است و اینایی که خودشون رو، قدرتشون رو، مقامشون رو مدیون عرض کنم حمایت و سرکوبگری سپاه و بسیج میدونن، ناگزیر دست اینها رو باز گذاشتن، ناگزیر جرأت این رو ندارن که اسکله های غیر قانونی رو از دست سپاه در بیارن، ناگزیر با یک نظامی که بر مبنای خودی و غیر خودی کار میکند اینطوری شد که میلیاردها دلار درآمد نفتی رو در اختیار خودی های نزدیک قرار دادن که اینا برن عرض کنم تجارت و تحریم رو دور بزنن. نتیجه این شد که در این میان پدیده های نظیر بابک زنجانی ده‌ها و ده‌ها فقره پدید اومد و دزدی هایی که در تاریخ جهان کم نظیره در ایران رخ داد. به این ترتیب فساد عرض کنم بخشی از وجود این نظام اقتصادی زیر عرض کنم تسلط جمهوری اسلامی است و به این سادگی ها حل شدنی نیست و دولت نیست توان برخورد با اینا رو نداره. بارها به زبان بی زبانی و یا به صراحت اعلام کردن که زور ما به اینها نمیرسه. در این زمینه اگر مجموعه نظام، اگر نظام رهبری در این کشور که مسئولیت تام رو به عهده داره با دولت همکاری و همگامی نکنه، برخورد کردن به پدیده نظام و اصلاحات ساختاری امر غیر ممکنی خواهد شد. چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سال آینده چگونه ارزیابی میکنید؟ عرض کنم این بستگی به خیلی چیزا داره. یعنی در مورد مثلا رشد کشورهای اروپایی، رشد آمریکا، رشد انگلستان، می شود با یک عرض کنم حدس معقول مسائلی رو گفت، ولی در زمینه ایران چون به خیلی چیزا بستگی داره به این سادگی نیست. باید گفت که اقتصاد ایران اگر بدون ما، بدون به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای جلو بره، در این صورت وضع قطعا خرابتر خواهد شد. در این صورت قطعا حتی اداره کشور با این بودجه انقباضی غیر ممکن خواهد شد. کسری این بودجه قابل ترمیم نخواهد شد. هر گونه کسری بودجه به تعطیل پروژه های عمرانی از یک سو و به استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر منجر خواهد شد. یعنی ادامه سیاست های مخرب دوران احمدی نژاد ناگزیر خواهد شد. ولی اگر از این مسئله با موفقیت بگذرند، در این صورت طبیعی است که بستگی قدم بعدی چه خواهد بود. قدم بعدی اگر این به عادی شدن روابط ایران با جهان بیانجامه، ایران جامعه ای است بسیار فعال، گسترده، بزرگ، با امکانات وسیع. در این صورت می شود برنامه‌ای رو تنظیم کرد که اقتصاد ایران از این وضعیت کنونی بیرون بیاد و این غیر ممکن نیست، بلکه نیاز به فعالیت داره. منتها نگرانی این است که اگر در شرایط کنونی اندک گشایشی حاصل بشود، در واقع اونایی که به اهرم‌های انحصار اقتصادی مجهز هستند، یعنی نظام قدرتی که دورور رهبری شکل گرفته، سپاه و دیگران را در بر میگیره، اینا اصولا رضایتی به ادامه رفرم اقتصادی ندن و این قضیه رو تعطیل بکنن. در نتیجه این بستگی خواهد داشت به سرنوشت نزاع قدرتی که در درون میگذره و اگر دولت نتونه مجموعه توان نظام رو بسیج بکنه، از پس این مشکل بر نخواهد اومد. با سپاس از آقای دکتر حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه که از برنموث بریتانیا با ما همراه بودند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در آستانه سال نوی خورشیدی ضمن تبریک نوروز به همه کسانی که این مناسبت را جشن می‌گیرند، با خطاب قرار دادن مردم ایران دیدگاه خود را در مورد توافق هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی تشریح کرد. او در پیامش گفت ایران و آمریکا اکنون بهترین فرصت را در طول چند دهه برای تغییر آینده روابط خود و دنیا در اختیار دارند و این فرصتی است که ممکن است به زودی تکرار نشود. مقام های ایرانی و آمریکایی از فرصت تبریک عید نوروز برای شرح ارزیابی خود از مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران استفاده کردند، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تبریک نوروزی خود از مذاکرات هسته‌ای به عنوان بهترین فرصت در چند دهه اخیر یاد کرده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در پیام توییتری خود بدون نام بردن از آقای اوباما به او پاسخ داده است. آقای اوباما در پیام تبریک نوروز که در وبسایت کاخ سفید منتشر شده است، با اشاره به فرصت پیش آمده در مذاکرات اتمی با ایران تاکید کرد این فرصت شاید دوباره به زودی تکرار نشود. معتقدم که ملت‌های ما موقعیتی تاریخی برای حل مسالمت‌آمیز این موضوع دارند، فرصتی که نباید از دست بدهیم. همزمان آقای ظریف در صفحه توییتری خود و در پیام تبریک نوروزی خود نوشته است اکنون نوبت آمریکا و متحدانش است که بین فشار و یا توافق هسته‌ای با ایران یکی را انتخاب کنند. آقای ظریف همچنین گفته است ایرانی‌ها پیشتر انتخاب خود را کرده‌اند، تعامل با عزت. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در صفحه توییتری خود ضمن باز انتشار پیام آقای ظریف نوشته است این پیام پاسخی به اظهارات اوباما است. آقای اوباما در پیام نوروزی خود گفته است روزها و هفته‌های پیش رو حیاتی خواهند بود. مذاکرات ما پیشرفت داشته اما اختلافات همچنان باقی است و افرادی در کشورهای ما و دیگر کشورها وجود دارند که با حل دیپلماتیک این موضوع مخالفند. آقای اوباما با اشاره به اینکه یک توافق هسته‌ای میتواند درها را به آینده‌ای روشن‌تر باز کند گفته است رهبران ایران در صورتی که بخواهند گام‌های معنی‌دار و قابل راستی‌آزمایی بردارند تا به دنیا تضمین دهند که برنامه اتمی‌شان فقط با اهداف صلح‌آمیز است، دو راه پیش رو دارند. اگر نتوانند با توافقی منطقی موافقت کنند، ایران را در مسیر امروزی خود نگه خواهند داشت، راهی که ایران و ایرانیان را از بخش بزرگی از دنیا منزوی کرده است. دشواری‌های زیادی برای خانواده‌های ایرانی به بار آورده و بسیاری از جوانان ایرانی را از کار و فرصت‌هایی که شایستگی آنها دارند محروم کرده است. از طرف دیگر اگر رهبران ایران با توافقی منطقی موافقت کنند، این موضوع می‌تواند به مسیر بهتری بیانجامد، مسیر فرصت‌های بهتر برای مردم ایران، تجارت و رابطه بیشتر با جهان، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر و فرصت‌های شغلی از جمله برای جوانان ایرانی، تبادلات فرهنگی بیشتر و فرصت‌هایی برای سفر دانشجویان ایرانی به دیگر کشورها، همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های مانند علوم و فناوری و نوآوری. آقای اوباما در پیام نوروزی خود با استفاده از عبارت خلیج فارس خطاب به مردم ایران گفته است در حالی که دور سفره هفت سین جمع می شوید، از تهران تا شیراز و تبریز، از سواحل دریای خزر تا کرانه های خلیج فارس، شما برای موهبت هایتان شکرگزاری می کنید و به آینده نگاه می کنید. او گفته است امسال امیدها در برگیرنده امید ما برای پیشرفت میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی است. آقای اوباما با اشاره به فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت استفاده از تسلیحات اتمی هم گفته است همانطور که بارها گفتم باور دارم که کشورهای ما باید بتوانند این موضوع را با دیپلماسی و به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. آقای اوباما در نهایت با خواندن بیتی از حافظ، شاعر مشهور قرن هشتم ایران، گفته است برای دهه‌ها کشورهای ما با سوء تفاهم و ترس از هم جدا بودند. او گفت اکنون نوبهار است. ما فرصت داریم، فرصتی تا پیشرفتی کنیم که به هر دو کشور و به دنیا برای سالیان متمادی سود برساند. منابع خبری صبح امروز گزارش دادند سکینه پیوندی، مادر رئیس جمهور، امروز در بیمارستان میلاد تهران درگذشت. مرگ مادر رئیس جمهوری ایران مذاکرات لوزان سوئیس را به طور موقت متوقف کرده است. هیئت ایرانی به تهران باز می‌گردد و سفر وزرای خارجه کشورهای اروپایی گروه 5 به علاوه 1 به لوزان برای مذاکرات بیشتر متوقف شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز برای تسلیت گفتن به دیدار حسن فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری رفت.
آقای فریدون به عنوان دستیار رئیس جمهوری ایران در مذاکرات لوزان حضور داشت، اما بعد از انتشار خبر درگذشت مادرش محل مذاکرات را ترک کرد و به تهران بازگشت. مهلت رسیدن به چارچوب اصلی توافق 11 فروردین است. انتظار می‌رفت امروز دو طرف درباره مفاد چارچوب اصلی به توافق برسند، اما ظاهراً اختلاف‌ها مانع رسیدن به توافق اولیه شده است. در صورتی که مذاکرات چهارشنبه این هفته از سر گرفته شود، هنوز چند روز تا پایان رسیدن به مهلت آخر مارچ فرصت خواهد بود. دور کنونی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا از روز یکشنبه در لوزان آغاز شده و هدف از آن کمک به دستیابی به چارچوب اصولی توافق نهایی تا پایان ماه جاری میلادی بوده است تا زمینه لازم برای دستیابی به توافق جامع در پایان ماه ژوئن فراهم شود. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس در حالی هفته گذشته نیز ادامه یافت که منابع خبری گزارش دادند ایران و آمریکا چارچوب کلی توافق را تا پایان ماه مارس اعلام می‌کنند. با این حال پایان هفته گذشته عباس عراقچی عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران گزارش‌های رسانه‌ای در مورد دستیابی ایران و آمریکا به توافق نهایی بر سر برخی از مسائل مورد اختلاف را رد کرد. پنجمین روز مذاکرات ایران و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در فضای از ابهام آغاز شد. با وجود اینکه قبلا خبرگزاری دولتی ایران گفته بود مذاکرات تا روز جمعه 29 اسفند یعنی فردا ادامه خواهد داشت، بار دیگر احتمال تمدید مذاکرات تا روز یکشنبه مطرح شده است. اما این تنها تردید نیست. درباره احتمال حضور وزرای خارجه دیگر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در روزهای آینده نیز تردیدهایی وجود دارد. در همین حال ابهام مهمتر مواضع جدیدی است که ایران درباره ارجاع مذاکرات به سازمان ملل متحد مطرح کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی گفته است چنانچه ضرورت داشته باشد و مسیر تفاهم روشن باشد، هیئت ایرانی آمادگی دارد تا به مذاکرات برای چند روز دیگر هم ادامه دهد و نوروز و فرارسیدن سال جدید خورشیدی مانع این کار نیست. همزمان برخی منابع مطلع نیز از حصول پیشرفت‌هایی در روند مذاکرات خبر دادند. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفته است همه ما در تلاش هستیم تا پیشرفت کنیم، اما ارزیابی اینکه چقدر تا به حال پیشرفت کرده ایم دشوار است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز پیش از این گفته بود تلاش‌ها در حال انجام است تا فاصله‌ها کم شود و پیشرفت‌های فنی در حال رخ دادن است و بخش زیادی از مسائل فنی حل شده است و مباحث سیاسی ادامه دارد. همزمان با مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی خبرگزاری روسیه اینترفاکس نیز گزارش داده است هیئت مذاکره کننده آن کشور به رهبری سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه آن کشور به روند گفتگوها در لوزان پیوسته است. مقام‌های ایرانی گفتند به جز آمریکا فعلا قرار نیست وزیران خارجه کشورهای دیگر عضو گروه 5 به علاوه 1 به گفتگوها وارد شوند. روزنامه‌نگاران حاضر در لوزان می‌گویند دو چالش به عنوان گره‌های اصلی در مذاکرات جاری مطرح شده که مذاکره کنندگان سعی در یافتن راه حل برای آنها دارند. در بحث فنی، آنگونه که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است، یک مورد اختلافی باقی مانده است. تحلیلگران این مورد فنی را موضوع تحقیق و توسعه عنوان می کنند. اینکه ایران در طول مدت توافق جامع احتمالی خصوصا در موضوع توسعه چگونه عمل کند. در این زمینه مسائلی چون آزمایش و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته مطرح است. گره دوم موضوع نحوه رفع تحریم هاست. موضوع رفع تحریم ها که یکی از اهداف نهایی دستیابی به توافق جامع است، این روزها با نام شورای امنیت سازمان ملل متحد گره خورده است که ایران در پی تصویب یک قطعنامه همه جانبه در این زمینه با استفاده از ماده 7 منشور ملل متحد است. این ماده در تصویب قطعنامه های پیشین علیه ایران نیز استفاده شده بود و مشخص نیست که گروه 5 به علاوه 1 تا چه حد برای گنجاندن همه موارد مورد درخواست ایران در این قطعنامه آمادگی دارد. در روزهای اخیر ارتباط مصوبات شورای امنیت سازمان ملل با مذاکرات هسته‌ای جاری به خصوص در منابع خبری جمهوری اسلامی مطرح بوده است. در واکنش به نامه 47 سناتور آمریکایی از قول مقامات ارشد جمهوری اسلامی گزارش شد که به منظور جلوگیری از چنین وضعیتی ایران تاکید دارد که لغو تحریم‌ها به تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد.
برخی از منابع ایرانی این اظهارات را چنین تعبیر کردند که انتظار می رود شورای امنیت در موضوع تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران ورود کند. به گفته ناظران، اگرچه لغو تحریم های بین المللی مصوب شورای امنیت مستلزم مصوبه جدید این شوراست، اما دیدگاه منابع ایرانی در زمینه اختیارات و صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با تحریم های یک جانبه و اضافی ایالات متحده و برخی کشورها چندان روشن نیست، زیرا این موضوع مربوط به تصمیم حاکمیتی این کشورها بوده و تغییر در آنها در حوزه اختیارات نهادهای داخلی آنها قرار دارد. هفته گذشته محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخ داد و شرایط ایران برای بازدید گزارشگر سازمان ملل را اعلام کرد. وی احمد شهید را به همکاری با تروریست‌ها متهم کرد و خواهان تایید فرد دیگری به عنوان گزارشگر سازمان ملل متحد شد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخ داده و شرایط ایران برای بازدید گزارشگر سازمان ملل را اعلام کرده است. آقای لاریجانی احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را به همکاری با تروریست ها متهم کرده و خواهان تایید فرد دیگری به عنوان گزارشگر سازمان ملل شده است. احمد شهید هفته پیش گزارش خود درباره حقوق بشر در ایران را منتشر کرد که طی آن از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها و بدتر شدن نقض حقوق بشر در ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انتقاد شده است. آقای لاریجانی گفته مسئولان ما در سطوح مختلف اعم از قضایی و دیپلماتیک با احمد شهید ملاقات داشتند. آقای لاریجانی درباره درخواست سفر آقای شهید موافقت این سفر را مشروط به کاستن از تعداد اتهامات ایران کرده است. آقای لاریجانی گفته است ما میگوییم دو موضوع انتخاب کن که شما چه کار میخواهید انجام دهید، زیرا طبق منطق سازمان ملل گزارشگر که جایی میرود میگوید که من این کارها را میخواهم انجام دهم که ما با آن مشکلی نداریم. همکاری ما با احمد شهید بیش از حد لیاقتش است. دبیر ستاد حقوق بشر همچنین خواستار تعیین گزارشگر موضوعی برای امور ایران به جای تعیین گزارشگر ثابت شده است. وی تصریح کرده نباید اساساً چنین گزارشگری برای کشور ما بگذارند، زیرا ما نهایت همکاری را داریم و راجع به هر موضوعی میتواند گزارشگر موضوعی به کشورمان بیاید. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره برخورد با معترضین به تقلب در انتخابات سال 88 گفته است ما به کسانی که در جریان فتنه سال 88 نقش عمده نداشتند اما اتهاماتی متوجه آنهاست کمک می‌کنیم تا در چارچوب قانون با آنها با تسامح برخورد شود. آقای لاریجانی در این گفتگو حاضر به توضیح بیشتر درباره ممنوعیت رسانه‌ای خبر و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نشده و گفته است به دلیل اینکه این امر تصمیم حکومتی است و در شورای عالی امنیت ملی که قوای سگانه حضور دارند اتخاذ شده و مبنای قانونی خود را دارد، به مصلحت نمی‌دانم که در این مورد اظهار نظر بیشتری داشته باشم. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بار دیگر از حکم صادر علیه امید کوکبی که به هنگام بازگشت به ایران پس از انتخاب آقای روحانی بازداشت شد دفاع کرده و آقای کوکبی را جاسوس معرفی کرده است. آقای لاریجانی گفته است امید کوکبی دانشجوی یکی از دانشگاه‌های آمریکا بود که به ایران برگشت. نیروهای امنیتی ما به او مظنون شدند و او را به اتهام جاسوسی دستگیر کردند. به این ترتیب پرونده‌ای تشکیل و وی محکوم شد. البته ما در این زمینه با مسئولان امنیتی و قضایی صحبت‌های مختلفی داشته و داریم. آقای لاریجانی همچنین از ممنوعیت همجنسگرایی دفاع کرده و گفته است تا 50 سال پیش در آمریکا مسئله همجنس بازی ممنوع بود. وی درباره حل مشکلات همجنسگرایان گفته است ما تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌ایم. محمد جواد لاریجانی از سال 1384 تا کنون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران است.
بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. ضمن تبریک دوباره سال نو، تا هفته دیگر شاد و سربلند باشید.